فرزند خردسالش دستهایش را آورد بالا. مادر بغلم کن. عشق توی چشمهای سرخش حلقه زد. نمیتوانست، نمیتوانست تکان بخورد، نه حرف بزند. فقط عشق میریخت. زیر بغلهایش را گرفته بودند و میبردند طرف مسجد جمکران، میکشیدندش. مردی ایستاد روبرویش. توی دلش گفت میشناسمت. سرش را تکان داد. همانی هستی که گفتی بیایم. سرش را تکان داد. چشمهای زن برق زد. صاحب خانه اینجا. سرش را تکان داد. گفت راه برو. نمیتوانم. گفت بدو. یک قدم لرزان برداشت، دومی محکمتر، سومی را استوار دوید تا دم در مسجد. که از رفقا میگفتش که مسجد جمع این بزرگوار هستن، از ذاکرین بسیار خوب اهل بیت. داشتم مسجد جمکران دعای کمیل میخوندم، دیدم یه نامه‌ای به من دادن. یه مادر و فرزندی ان از زابل اومدن قم مسجد جمکران، از زاهدان. مادر و فرزندم سنی ان، شیعه هم نیستن. از زابل اومدن قم مسجد جمکران. این بچه فلجه، قدرت حرکت نداره. التماس دعا دارم. بعد نوشته بود سنی هم هستن. این بزرگوار میگه تو دلم گفتم آخه سنی ها رو با امام زمان چه کار. دعامو خوندم تموم شد. فردا صبح به هم خبر دادن فلانی دیشب امام زمان عنایت کرده، اون بچه فلجه شفا گرفته. از دکترای بسیار خوب قم تو پرونده پزشکی این بچه هست. ازش سوال میکنن چی شد، چه اتفاقی افتاد. موقع اینه، یه قده تو کمر این بچه رشد کرده بوده، اول زده پاها رو از کار انداخته، بعد گفتن تدریجا بدن رو لمس میکنه و از کار میندازه، بعد میکشه. تمام اطبای زاهدان، شیراز، اصفهان، تهران. این بچه میگه یه شب مادرم خیلی گریه کرد، رو کرد به بابام گفت این مرد تو که همه اطبا ما رو بردی، این شیعه های طبیب دارن بهش میگن امام رضا. میگه مادرم خیلی گریه کرد. فردا مهیا شد بلیت بگیره برای مشهد. مادرش شروع کرد گریه کردن، گفت بلیت برای مشهد نگی، بلیت برای قم بگیر. چرا؟ دیشب یه آقایی تو خواب دیدم نورانی، به من گفت ای زن شفای بچت قم مسجد جمکران، پاشو بیا. بلیت گرفتن، شب جمعه رسیدن قم مسجد جمکران. یه مسجد شلوغ، همون بیرون رو خاکا نشستیم. مادرم رفت برای تجدید وضو، من تکیه داده بودم، یه وقت دیدم یه نوری به پهلوم خورد، توجه نکردم. باز دیدم یه نور خود. مرتبه سوم نگاه هم افتاد، یه آقای نورانی رو کنار خودم دیدم. این بنده خدا سنی بوده ها، شیعه هم نبوده ها، چی کار باید کنم؟ میگه مرتبه سوم باز دیدم یه نوری به پهلوم خورد، نگاه کردم دیدم یه آقای کنارم ایستاده، منو به نام خطاب میکنه، بلند شو بایست. گفتم آقا قدرت ندارم، پاهم توان حرکت نداره. فرمود من میگم بلند شو وایسا. عرض کردم آقا توان ندارم. یه وقت اون آقا با انگشتاش یه اشاره به زانوهای من کرد، یه وقت به خود اومدم دیدم رو دوتا پاهای خودم وایستاده. دوتا زن و شوهر آمدن مسجد جمکران، بچه دیوانه ای داشتن، همه جا رفته بودن اومده بودن اونجا. به من حالا خدا میخواست اتفاقی برخورد کردن، گفتم بابا یه دن از این اتاقا بگیرین برین تو اتاق، بیرونم نیان، مشغول ذکر صلوات بشین. 14,000 صلوات برای تعجیل در فرج حضرت بگین و شک نکنید که امام زمان عنایت میکنه. گفت اون چنان محکم حرف زدم و گفتم، اینا قبول کردن و یه اتاقی اونجا گرفتن، از اون مشغول شدن. از صبح ساعت 7-8 صبح، 9 صبح بوده، 7-8 شب بود که دیدم پسرشون هم داره میاد و حال خوب عنایت شد و امام زمان صلوات الله علیه شفاش داد. یکی یکی خادمها را در آغوش می گرفت و می بوسید. همه وجودش را هیجانی عجیب فرا گرفته بود. قصه را که پرسیدند از تصادفش گفت، از پاهایی که فلج شده بود، از توسلهای شبانه برای شفا گرفتن، از سفر امروزش به مسجد جمکران. ظهر امروز با حالی خوش متوسل شده بود به امام عصر علیه السلام. خیلی زود نوری عجیب و بویی خوش توجهش را جلب کرده بود. داشت امام زمان را می دید
با امیر مؤمنان، با سید الشهدا و قمر بنی هاشم که در مسجد جمکران حاضرند. سر از پا نمی شناخت، همه وجودش غرق تماشا شده بود. صاحب زمین و زمان روی زیبای هاشمی را به او کرد، فرمود: تو خوب شدی، برو برو به بقیه هم بگو که برای فرجم دعا کنند، که برای فرجم دعا کنند.